جواهرات ملی ایران مجموعه ای از جواهرات سلطنتی است که طی صدها سال توسط پادشاهان مختلف ایران جمع‌آوری شده و هم‌اکنون در موزه جواهرات ملی نگهداری می‌شوند. آغاز جمع‌آوری این جواهرات به صورت جدی به دوران صفویه باز می‌گردد و پس از آن گاهی پادشاهانی قطعاتی را به آن افزودند و گاهی در هنگام تغییر حکومت‌ها بخش‌هایی از آن به تاراج رفته است. این مجموعه یکی از بزرگترین گنجینه‌های جواهر در جهان بوده و قدمت برخی از آنها به اساطیر و پیش از تاریخ باز می‌گردد. استفاده از جواهرات در ایران ریشه بسیار کهن دارد. در طول تاریخ، پادشاهان ایران هرگاه از جنگ‌های خارجی و ناآرامی‌های داخلی فرصتی به دست می‌آوردند، به جمع‌آوری جواهرات می‌پرداختند. با حمله اعراب به ایران، بخش عمده‌ای از این جواهرات از بین رفت که داستان فرش بهارستان از جمله رقت‌بارترین حوادث است. حکومت‌های پس از اسلام نیز در جمع‌آوری این جواهرات تلاش کردند که بخشی از آنها هنوز در ایران موجود است. با این حال تا دوران صفویه اطلاعات دقیقی راجع به چگونگی جمع‌آوری و نگهداری این جواهرات وجود ندارد. در دوره صفویه با ورود خارجیان و سفرنامه نویسان غربی اطلاعات کاملتری در این خصوص باقی مانده است. در این دوران و به خصوص در زمان سلطنت شاه عباس بزرگ، فتوحات متعدد مرزی، نظم و امنیت داخلی و در نهایت روابط سیاسی و اقتصادی خارجی باعث شد تا قدرت اقتصادی ایران افزایش یافته و دربار ایران به جمع‌آوری جواهر روی بیاورد. به نظر ژان شاردن، جواهر فروش و جهانگرد فرانسوی، خزانه شاه عباس یکی از بزرگترین مجموعه های زمان خود بوده است. با سقوط اصفهان در زمان شاه سلطان حسین، این گنجینه عظیم به دست مهاجمین افغان افتاد. محمود افغان گروهی را به سرپرستی محمد گلی خان، مأمور جمع‌آوری جواهرات از خزانه سلطنتی کرد. با اینکه این کار ابتدا با نظم انجام شد، اما اندکی بعد سربازان نافرمانی کرده و بخشی از جواهرات که هنوز به دست سران اشغالگران نیفتاده بود، تاراج شد. بخش عمده ای از این گنجینه توسط تاجران از سربازان خریداری و در بازارهای هندوستان و دربار سلاطین تیموری هند به فروش رفت. با فتح اصفهان توسط نادرشاه و شکست افغانها، قسمتی از جواهراتی که توسط محمود افغان جمع‌آوری شده بود به دست شاه طهماسب دوم و نادر افتاد. نادرشاه برای پس گرفتن آن بخش از جواهرات که به هند رفته بود چندین بار با دربار هند مکاتبه نمود، اما نتیجه نگرفت. با پایان جنگ کرنال و فتح هندوستان به دست نادر، این جواهرات به همراه بخشی از جواهرات پادشاه هند به ایران بازگشت. اما همه جواهرات ارسالی از هند به ایران نرسید و مجدداً برخی از آنها در راه غارت و بخشی نیز به عنوان هدیه توسط نادر به حاکمان همسایه همچون کاترین ملکه روسیه، سلطان محمود خان پادشاه عثمانی و ابوالفیض خان امیر بخارا پیشکش شد. نادرشاه همچنین قسمتی از این جواهرات را به حرم امام رضا اهدا نمود و مقداری نیز میان سپاهیان وی تقسیم شد. با قتل نادر در سال 1126 شمسی، یکی از سرداران او به نام احمد خان به غارت جواهرات پرداخت و بخشی از آن همچون الماس مشهور کوه نور دوباره از ایران خارج شد. بخش دیگری از آن سرانجام پس از چندین بار دست به دست شدن در اختیار آقا محمد خان قاجار قرار گرفت. آقا محمد خان که برای به دست آوردن این جواهرات مجبور شده بود شاهرخ میرزا را به شدت شکنجه کند، تلاش زیادی برای حفظ و نگهداری این جواهرات نمود. فتحعلی شاه نیز به نگهداری جواهرات علاقه زیادی داشت. تخت نادری، شمشیر جهانگشای نادری، تاج کیانی و تخت طاووس قاجاری به دستور وی ساخته شد.
او در سال 1207 الماس شاه را که توسط نادرشاه از هند به ایران آورده شده بود به عنوان خونبهای گریبادوف به روسیه تزاری پیشکش کرد. در زمان ناصرالدین شاه تلاشهایی برای جمع‌آوری این جواهرات صورت گرفت و بخشی از جواهرات برای ساخت زینت‌آلاتی همچون کمربند زرین و کره جواهر نشان استفاده شد. در این دوره یکی از جواهرات تخت طاووس توسط جوانی به سرقت رفت. کامران میرزا با عقص اماننامه از ناصرالدین شاه موفق شد سارق و جواهر سرقت شده را کشف کند. با این حال شاه دستور داد تا سارق را به شکل فجیع اعدام کنند و در پاسخ نارضایتی کامران میرزا از اعدام سارق برخلاف اماننامه چنین نوشت: گویا از اعدام آن جوان آزرده خاطر شدید. بدانید که این جواهرات مال پدر ما نیست. آنچه در دست ماست متعلق به ملت و کشوری است که آن را به ما سپردند. در دوره رضاشاه جواهرات سلطنتی توسط کارشناسان فرانسوی بازدید و صورت برداری شد و سپس بخش عمده آن در صندوق‌هایی از کاخ گلستان به بانک ملی انتقال یافت. بخش کوچکتری نیز جهت بازدید در کاخ موزه گلستان باقی ماند. قطعاتی نیز به طور امانت برای مراسم ازدواج فوزیه و محمد رضا پهلوی در سال 1316 تسلیم خانواده سلطنتی شد که هیچگاه به طور کامل به خزانه باز نگشت. در دوران سلطنت محمد رضا پهلوی شمشیر جواهرنشانی که به منظور برگزاری مراسم تدفین رضا شاه به مصر ارسال شده بود توسط ملک فاروق پادشاه مصر و برادر زن شاه به سرقت رفت. اگرچه ارزش جواهرات ملی ایران به ارزش اقتصادی آن محدود نمی شود، اما از جواهرات ملی ایران به عنوان ذخیره خزانه کشور و گاه به عنوان پشتوانه پول منتشر شده استفاده می شده است. به لحاظ منحصر به فرد بودن، بی‌نظیر بودن و اهمیت تاریخی، قیمت‌گذاری برای چنین جواهراتی حتی به طور تقریبی برای زبده‌ترین کارشناسان هم مقدور نیست. برخی مورخان تنها ارزش جواهرات غنیمتی هند را به ارزش آن زمان حدود 70 کرور برآورد نمودند. ممنون که تا پایان با ما همراه بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنید و برای حمایت از ما کانال را سابسکرایب کنید.